بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما شاگرده عزیز و فامل های محترم، امیدوارستم تا عبادتان قبول درگاه حق باشه انشالله شاگرده عزیز، شما در هفته قبلی که ما شما بخش مقناطیس خواندیم، سوال بر ما روان کردین، در صفحه کمین کردین، سوالایی که بر ما روان کردین سوالای بخش مقناطیس بود تا حدی حد سوالایی که بسیار ساده بود برتون از طریق مسنجر حل کردیم اما سوالایی که شاگردای ما روان کردن در کومنت این سوالایی که ما گرفتیم اینجا روی تخته از بخش مغناطیس سوال سوالای خیلی بسیار سوالایی که در کنکور چندین بار تکرار آمده مهم است ببینیم که این سوالا چه قسم چه ماشه حل ماشه. اولین سوال که بر ما روان کرده شاگرد ما احمد جاوید عمری از ولایت فاریاب گفته در یک لاین برق یا در یک هادی در یک 120 ثانیه 20 تمپیر جریان برق وجود داره یعنی در یک 120 ثانیه 20 امپیر جریان برق از از مقطعه شبور میکنه گفته در اینمی 20 آمپر که در 120 ثانیه عبور میکنه چند الکترون عبور میکنه از می مخته؟ تعداد الکترون رو پیدا کنید شاگردان عزیز ما و شما در بخش جریان بر خواندیم مگر ما بخوایم جریان در مقطه یک هادی پیدا کنیم میگیم مقدار چارج که در فی واحد زمان از مقطه یک هادی عبور میکنه بنام نام چی یاد میشه به نام جریان برق. اگر ما بخوایم جریان پیدا کنیم مقدار چارچ که در فی واحد زمان از مقطع یک عادی چی میکنه؟ عبور میکنه خب بر ما جریان داده 20 آمپر جریان زمان همی اکسد چند؟ 20 سکن به این اول چارچ که از همی او عادی در 20 ثانیه عبور کرده در یک ثانیه پیدا کنیم با استعداد الکترون پیدا میشه. این طرف های کنیم چون کیو نو معلوم است خیلی کیو مساوی است و آی یعنی جریان ضرب در تی کیو مقدار چارچ کیو بنام چی آت ماشه مقدار چارچ با کولم پیدا میشه مسایس به جریان چند امپیر است 20 آمپر. ضرب در تیر چند داریم 120 سکند اینه که ضرب کنیم کیو مدل است یا مساوی است و دو ضرب در 12 چند میشه 24 دو دانه صفر داریم 2400 امپیر از چی به وجود می کولم به بر سکند ضرب در سکند اینی سکند با این سکند چه میشه خلاص میشه کیو مساوی است و 2400 کولم اید کولام پیدا شد. از ما خواسته چقدر الکترون باشه خیلی ما اگر بخوایم 2400 تبدیل کنیم چند الکترون باشه اینی نوتیه به شاگردای از شما یاد داشته باشین یک کولام چارج معادل است با 6.24 ضرب در 10 به توان 18 الکترون اینی نوتیه است که اگر یاد داشته باشه میتونیم هر قدر کولام چارج که باشه و الکترون پیدا کنیم یک کولام چارج 6.24 ضرب در 10 به چند الکترون باشه 18 الکترون خیلی این یک کلم که قدر باشه 6400 کیو مساوی و چه قدر است 6400 2400 2400 کلم چه قدر الکترون باشه اگر بخوایم 2400 در الکترون تبدیل کنیم 2400 راستن ضرب در 6 اشاره چند میکنین 24 ضرب در 10 بتانه 18 و چی پیدا میشه به الکترون پیدا میشه این سوال شماره یک خدا کنه که احمد جاوید جان مشکلشان چه شده باشه؟ حل شده باشه اول مقدار چارج پیدا کردید بعد از دریافت مقدار چارج اینی ثابت یادتان باشه یک کلم 6 اشاره در, در ده بطانه 18 الکترون باشه خیلی 2400 کلم 2400 دانه 6 اشاره 24 در, در ده بطانه 18 الکترون سوال دوم سوال دوم شاگرد ما حنون سیرات از بلخ لیسه ابو مسلم و شاگرد خود هم از بخش افغان ترک سحدی احمدی سوال کدان ک ای سوال د تست است تست ک ما برتون راوند ک دم بخش مقنوتیس ای سوال قسمی است ک دو هادی است موازی است ای دو هادی موازی عین جریان انتقال مته جریان در هر دوی چند آمپر است 10 است عین جریان انتقال مته طول هر دوش هم مساوی است طول هر دوش چند چند متر است 4 متر و اینا از همدیگر 2 سانتی متر فاصله داره گفته شما چی رو پیدا کنین قوی مغناطیسی را شاگرد عزیز ما قوی مغناطیسی را فرمولش خواندیم FM قوی مغناطیسی B ضرب در I ضرب در L اگر زاویه داشت ضرب در ساین تیتال که زاویه اینجا نگفته حتما زاویه چند درجه است 90 درجه خب ده این فرمول ما اگر بخوایم حل کنم اف ایم پیدا کنم بی را باید داشته باشم آیا باید داشته باشم ال باید داشته باشم خب میبینیم ده اینجا که بر ما همون سه کمیت هست یا نه آیا است اینه ده ال چار متر است چون اردو عادی, عادی اینی طول داره یک شما گریم چار متر اما چیزی که بر ما معلوم نیست بی نه باید بی را ما پیدا کنیم چون هادی مستقیم است مرحله ای ما در حادی مستقیم قانون بیوت سوارد اگر یادتان باشه ما خواندیم در حادی مستقیم ما اگر بخوایم بی را پیدا کنیم ما گفتیم میوسفر ضرب در آی تقسیم چند پایار تقسیم دو پایار اینی رابطه شدت سایه مقناطیسی در اطراف یک حادی چی است مستقیم است خیلی میایم از اینجا قیمت بی را پیدا میکنیم بی مساوی است میو میوسفر چند بود قیمتش 4 پای ضرب در 10 منفی 7 تسلا ضرب در متر بر چی امپیر ضرب در جریان چند امپیر داریم در اینجا ده امپیر تقسیم در دو پای خودش فاصله چند سانتی متر داده این در اینجا فاصله بین دو لین یا دو هادی دو سانتی متر ضرب در دو سانتی ده به نمای منفی دو باید به چی تبدیل شود به متر تبدیل شود خب اینی امپیر با اینی امپیر خلاص اینی متر با این متر خلاص اینی دو ضرب دو پای چار پای با اینی چهار پای اینجا چی ماشه؟ خلاص ماشه بالاخره بیر قیمت شا پیدا کردیم عددی ثابت نمانده در اینجا مانده ده با منفی دو ده با منفی دو از مخرج در صورت به چی ماشه؟ مصبت دو مصبت دو یکش با یک دو تا با اینی جمع شود مشه مثبت سه مثبت سه از هفت کم کنیم مشه ده و منفه چهار. چار واحدش هم چی؟ تسلا یا ای ده و منف چار تسلا رو میتونید شما چی بانید؟ یک گاوس بانید چون یک تسلا ده به چند گوس میشه چهار گوس میشه باز مگم ده منفی دو بالا اومد مثبت دو مثبت دو مثبت یکی که ده اینجا دست مثبت سه از منفی هفت که مثبت سه کم کنیم میشه منفی چهار اینا که بیر از اینجا پیدا کردیم میم دی قسمت حل مرحله بی اف ام است خیلی اف ام مساوی است با بی چند شد ده منفی چهار تسلا ضرب در جریان چند امپیر است ده امپیر اینا ده ضرب در طول حاده چند متر است؟ از هر دو لین برق چار متر است خیلی قوی مقناطیسی بالاخره پیدا شد چار عدد ثابت ده یک صفرش با ده بنامه منفی چار خلاص شد چند؟ ممونه منفی سه تسلا واحداتش تسلا چی به وجود میاد نیوتن بر امپیر ضرب در متر ده اینجا چی مونده امپیر ضرب در متر اینا له واحدات خلاص میشه اینی متر بوی ای خلاص اینی امپیر بوی ای امپیر خلاص بالاخره قوی مغناطیسی مساوی است با 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 واحدش چی هست؟ نیوتن اینی از بخش سوال شماره دوم که خدا کنه شاگرد ما شاگردای ما نون و سعدی مشکلش چی شده باشه حل شده باشه بریم سری سوال سوم سوال سه اوم ارغوان از ولایت بامیان برای ما مسیج مانده از بخش مومن یا ترک اعظمی که ما در درس چی خواندیم؟ در درس مقناطیس خواندیم یک کوایل است مساحتش ای به نام چی یاد ماشه مساحت مساحت کوایل 0.4 متر مربع است و وقتی ای دوران میکنه یعنی مومن میگیره چقدر ماشه اینی ترک اعظمی خوانده میشه ترک اعظمی یعنی مومن تی اعظمی ترک چقدر از 0.8 نیوتن ذره متر شما پیدا این در کدام سایه مغناطیسی قرار گرفته خیلی ما اگر بخوایم فرمول تاوی ماکسیمم رو کنم یا ترک اعظمی بالای یک کویل فرمولش چی بود فرمولش بود بی ضرب در A ضرب در N تعداد چی حلقه ها اگر ما ایرا بی ای این را بخوایم B ضرب در A ضرب در N تعداد حلقه ها را اینجا پیدا کنم آیم ضرب در آیم داره این فرمول ضرب در جریان برق ضرب در تعداد چی حلقه ها جریان برق برای ما حتما میته که اینجا چند امپیر است چهار امپیر خب تاوی مکزیمم قیمت چه داده قیمت تاوی مکزیمم چند است صفر اشاری هشت نیوتن ضرب در متر مساوی است بیر از ما خواسته خیلی بی نوماله مساحت چقدر است صفر اشاری چهار متر مربع جریان چند امپیر است چهار امپیر ضرب در تعداد القه ها را که ذکر نکرده چند است یک خیلی اختصار کنین به خاطر پیدا کردن بی یک دونه متر با یک متر زی چی ماشه؟ خلاص ماشه ما اگر بی را بخوایم پیدا کنم یک سفر اشاره چار دو سفر اشاره چار ما چند ماشه؟ به این ای شکل اگر اختصار کنین اینجا چند میمونه؟ دو میمونه دو نیوتن این طرف چی مانده؟ بی ضرب در چار امپیر ضرب در و یک دانه چی مانده؟ متر مانده اگر به خاطری که ما بیره پیدا کنم اطراف چار ضرب در امپیر ضرب در متر این طرف هم چهار ضرب در امپیر ضرب در متر اینی با ای چی ماشن؟ خلاص ماشن بالاخره بی مساوی است و یک دو 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 چار یک بر دو سفر اشاریه پنج نیوتن بر امپیر ضرب در متر مساوی ماشه بچه تسلا خیلی جوابش صفر اشاریه پنج چی؟ تسلا اینی سوال شماره را چند دوم؟ سه و به این سوال شماره را چارم نگ محمد منگل از لیسه حبیبیه از کابل بر ما این سوال دو, دو سوال روان کردن که هر سوالی است که باید حل شود اگر چه اینا بر ما سه سوال مسیج کرده بودن یکیش از سوال های سرکیداس که او را من نگرفتیم در اینجا چون سوال های روز شنبه بخیر همون سوالی که اینا روان کرده بود امور ما حل کردیم در خود برنامه خیر روز شنبه ان که او را شما میتونید از طریق برنامه ببینیم اما دو سوال تا اینجا ما گرفتیم سوال اولش گفته یک که تعداد القوای چند دونه است چل دونه القاست در تغییرات سیلان مغناطیسی دو اشاره پنج ضرب در دو تان منفی سه ویبر قرار مگره اگر امی تغییرات در سفر اشاره سفر یک سکن چی شده باشه اتفاق افتاده باشه شما گفته پیدا کنین که چقدر قوی برقی القا شده تولید شده ما شما فرمول قانون اندکشن فارادی را اگر یادتان باشه خواندیم که ای اف مساوی است به منف ان ضرب در تغییرات سیلان مغناطیسی تقسیم در دلتا تی تغییرات چی؟ زمان اینی فرمول خواندیم در درچه های مقناطیس حتما پیشتان است خیلی از ما که ای ایم ایف خواسته میبینیم دیگه کمیات هایش هم اگه بله هست این هست اینه این هست دلتا فی ایم هست دلتا تی هم هست خیلی سوال هست ای ایم که نامعلوم هست مساوی هست به منفه این تعداد القوا چند هست؟ چل اینو میگیریم چل زر در ای تغییرات چه چند داریم؟ دو یا پنج زر در ده منفه سی ویبر. تقسیم در سفر اشاری تغییرات چی زمان است. ضرف ما ساده ما ای ام اف مساوی است با اینی دو خانه اشاری داره اگر ایتو تو بگیریم اینی یک سفرش ببینین به این شکل یک سفر چل با یک سفر دعوتان منفی سه خلاص شد منفی دوی دو دیگهش میمونه این منفی دوی با اینی دو خانه اشاری از این دیگه چه ماشه خلاص مخرج چند اشاری داره دو خانه اشاری. یک دو خیلی دعوتان منفی دو با دعوتان منفی دویی سرعت خلاص یک منفی دیگهش میمونه منفی دیگهش با یک سفر چل چه ماشه خلاص بالاخره در صورت چی مونده منفی 4 ضرب در دو چند پنج در مخرج یک سکین وی بر, بر سکین چه ماشه و؟ ای ایم اف ای 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 تولید شده مساویس به منفی چار دانه دو اشاره پنج ما چند ولت میشه؟ ده این مقدار قوی معرکه القا شده چند ولت است؟ ده ولت سوال آخری باز از همی دوست گفته که یک وایل است زریب اندکتیویتیش اگر چه ایر هم ما شما درس شد در هفته دیگه بخیر میخوانیم در هفته پیش روی بخش سرکیت ها ضریب سفر 5 هنری است جوریانی که در این کوایل وجود داره دو میلی آمپیر است دو میلی آمپیر دو متر آمپیر نه پیش از واحدات اصلی پیشوان می خود واحد اصلی نامه. انرژی کوایل پیدا کنید دوست عزیز ما شما در روز شنبه ان شما میبینید انرژی کوایل اگر بخوایم دریافت کنیم انرژی کوایل مساوی است و بر دو ال ضرب در آی مربع اینی فرمول فرمولی است که ما میتونیم از طریق این فرمول انرژی چی رو پیدا کنیم کوایل پیدا کنیم یو نامعلوم است خودش مساوی است یکی بر دو هم خودش ال چند داریم صفر اشاری 5 هنری صفر اشاری ایچ هنری ما نمیده اینی واحد ذریب اندکتیویتی چی هست هنری ضرب در جریان چند داریم دو میلی قیمتش ده بنامه منفسه امپیر کل ساده کنیم یو مسایس به یک بر دو ضرب در صفر اشاره یا پنج واحدات چند؟ اگه نمانید مشکل نیست دو مربع چند میشه؟ چار چون هر دوش در سیستم ایسای است، خیلی واحداتش کار نیست برام ده به تانه منفی سه، ضرب در دو شو منفی شش خب یو مساوی است به یک دو 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 چار دو ضرب صفر اشاره پنج چند میشه یک یک ضرب در ده بطان منفی شش واحد انرژی چیه؟ جول یا یو مساوی است به ده منفی شش جول و یا در چارجه بود یک مایکرو جول یک مایکرو جول قیمت مایکرو در پیشوانده چند است؟ ده بنامه منفی شش ای شده از بخش سوالاتی که شما در این هفته برای ما روان کرده بودین سوالاتی که از بخش مقناطیس بود و سوالاتی که در تست برای ما گفته بودن اکی یادم که یادم نره که سعدی جان که بر ما این سوال شماره شما را دور بردل کدم دو سه سوال لگم که گفته بودی کلش از این فرمول علمش اول تو باید بیره پیدا کنی قیمت بیره که آوردی باز در فرمول چی میمونه قوی مقناطیسی دو سه سوال دیگه که از زمین طریق علمشه خدا کنه که فهمیده باشه خب مشکلات الان انشاءالله که ای هفته برای ما که رسید مشکلاتی بود که از بخش درس خود ما بود از درس ب... که در جریان هفته خواندیم الان اگر شما بازم از این قبل مشکلات در هفته پیشوری برتون خلق مشن میتونین در صفحه کومنت کنین و زیاتر سوالاتان که در مسنجر روان میکنین عمومی از کلی مشکل دار رو در دا صفحه بونین همه اگه مشکلش چی شوه حل شوه تا یکی تنا برتون از طریق چی حل کنم مسنجر تا دیدار بعد که ان شاء الله روز شنبه شما در سایه چی را میخونیم در سای بخش سرکیت سوالای شمرای فرمولایش میخونیم خدایار نگهدارتون بقیه روز خوش